درست ظاهر امرینه که آستینو بالا زدم و رفتم تو دل خطر و دارم یه تنه از بابا پرستاری میکنم، ولی خوب که تو اعماق وجودم دقیق میشم، رگه هایی از سوء استفاده رو از این شرایط میتونم ببینم. بالاخره خانم فرهمن خودش گفت که اگه تو این مورد کاری داشتم میتونم بهش زنگ بزنم. به نظرم صرفاتون باید کمتر شده باشه، درسته؟ بدترم شده. تبتونم که رو 39ه بابا. درد چی؟ دردم دارین؟ بابا تمام سلولام داره از هم میترکه. لای بمیرم. بابا باید مقاومت کنین دیگه. پس من 2 ساعت دیگه میام دوباره وضعیتتون رو چک میکنم. بابا یه رو پیشم گفتی 2 ساعت دیگه میام. بابا بعد وضعیتتون رو آنلاین با پزشکتون چک میکنم. خیلی خوب، اینه درش بیاد. درش. آی. بابا پس کاری داشتیم به من بگین دیگه. خیلی من فعلا. خب خوبی خانم فرهمن؟ چه خبر؟ از یه رو پیش، 40 دقیقه پیش و 50 دقیقه پیش که زنگ زدید و همینو پرسیدین، هیچ. خب خدا رو شکر. آخه نه که کرونا اومده، عموتون هم کرونا داشتن، به هر حال آدم نگران میشه دیگه. آقا قرض از مزاحمت می‌خواستم بگم علائم بابا از آخرین باری که تماس گرفتم هیچ تغییری نکرده. این چه معنی میتونه داشته باشه؟ هیچ معنی نمیتونه داشته باشه. خب خدا رو شکر، چون واقعا نگران بودم. نگران نباشی. ممنون که نگران منی. گفتم نگران نباشی، نگفتم که نگرانتونم. خب نه، به هر حال اینکه شما نگران نگرانی منین یعنی اینکه نگران منین دیگه. آقای اکبری من دیگه باید برم، سوالم داشتین زنگ بزنین چلسی، دکترها جوابتون رو میدن. من گوشیمم سایلنت میکنم، بعید میدونم دیگه متوجه تماستون بشم. خداحافظ. حامد مامان بابات حالش خوب نیست، بیا میخواد تو رو ببینه. حامد الان بودو میگه بیای. نه خب میگه بابا میگم حامد بیاد طاهره نیاد. خب تو که میتونی حرف بزنی چرا اینقدر ادا اطوار میای؟ خب بگو دیگه، گیج شدم. جونم حامد بابا میخوام یه حرف در گوشی باهات بزنم. جانم بگی. من بیماری زمینه ای دارم. چه بیماری بابا؟ زخم معده. بابا زخم معده که دیگه بیماری زمینه ای نیست. بابا اگه الکی میخوای بهم روحیه بدی برو بگو عطاری بیاد. نه بابا خودم هستم، ببخشید. ادامه بدید. برو یه چوب اینقدی برده بیار. آها اون ماجراه. آها میخوایم برم 7-8 تا بیارم که این نرم و بیام. برو بگو عطاری بیاد. نه ببخشید الان میرم بیارم. میاد نمیاد ایر که اومد. چی گفت ما؟ گفت پولی چوب انقدی بیار. انقدی؟ چوب انقدی؟ یعنی این آقا تو این لحظات آخر عمرش هم نمیخواد انقدر خلاق باشه. مسعود آخرین دقایق عمر اینا چیه؟ چوب انقدی معلومه برای چی میخواد بگیری. حالا دیگه منم چیزی نگفتم که ناراحت نشه، گفتم میرم میارم.
آه ماما فقط چوب انقدی از کجا بیارم؟ مثلا چوب انقدی از کجا بیارم؟ تو یخچال بگرد تو باقشه ماقشه پیدا کن دیگه. خب بابا بشکنم؟ نه بابا بده دستم ببینم. خوبه بابا. حامد جان بابا مرگ حقه. بابا اگه میخوای این حرفا بزنی من حوصله ندارم پاشم برم. برو بیرون، برو بیرون بگو عطاری بیاد. بابا ببخشید چرا تهدید میکنی؟ خب بگین دیگه. آخه ببین بابا جان من جز تو پسری ندارم. بابا نمیخوایم بگین که یه داداشی دارم که ازش بیخبرم. ببین یه بار دیگه اومدی تو حرفم با همین چوب بیفتم به جونت. ببخشید بگین من چند تا کار نکرده دارم که قبل از مردنم دلم میخواد تو برام انجام بدی. چه کاری؟ یه چند تا حلالیت میخوام برام بگیری. حلالیت؟ آره سال 52 وسط فوتبال من زدم شیشه فرشاد بقالی محل رو، شکوندم و فرار کردم. حالا دلم میخواد بری براش توضیح بدی و ازش حلالیت بگیری. همین؟ همین. با عطاری و دایی مسعودت برو که محل رو بلدم. چشم خیالتون راحت. مسعود این محله چقدر عوض شده. حالا این به قبلش خیلی عوض شده، این بودش ولی این آره هم بود. آره ببینید تو حالا مطمئنی میخوای این کار رو واسه بابات انجام بدی؟ بله دیگه دایی، آخه اگه من حلالیت نگیرم برای بابام کی بکیره این کار رو؟ میدونی که این بابا خیلی آدم جوشیه؟ لات محل بودا؟ نه ولی خب یه شیشه بوده دیگه، 40-50 سال پیشم بوده دیگه، اگه عصبانیتم بوده تعدیل کنه. شیشه چه تعدیل کنه؟ اصلا قصه شیشه نی که بهت نگفت اون روز چه روزی بود که بابات شیشه مغازه فرشاد آورد پایین؟ نه بهت نگفت این بابا طرفدار دو آتشه پرسپولیس با هیچ کیم شوخی نداره؟ نه بهت نگفت بازی استقلال پرسپولیس بود که فرشاد میخواست بره تو ورزشگاه ببینه؟ نه بهت نگفت تا اومد شیشه رو بنزه بازی تموم شده بود؟ نه اصلا میدونی اون روز چه روزی بود؟ روز شیشدایی های استقلال پرسپولیس بود که هیچ فیلمی هم ازش نیست. ببین بینجا 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 مغازش رو ببین. اونو ببین این نکی بابات استقلالی بود، اینا با هم از اون موقع دیگه کارد و پنیر شدن. بعد بابات رفت سربازی اومد اینجا اساسیش کردن، از این محل هم رفتن، از اون موقع تا الان دیگه ندیدن هم دیگه رو. حالا توجیه شد بیایی توجیه شد بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم به جوانی درم کن بیا بریم. نه دایی من بابام ازم یه کاری خواسته نمیتونم انجام نداده برگردم. بعدش هم میرم میگم آقا فرشاد حالا یه شیشتا اون موقع زدین چهارتا زدین بس دیگه خیلی خوب. نه حامد حداقل آبی نمیپوشیدی. اوه اما تری اون پیرنه تونی دقیقه در بیاری. ببین داره منو دیوونه میکنه ها. بیا بیا بریم بیا بریم بس نکن بیا. خب نه دیگه من رفتم اگه میخواید نیا. بابا بابا تو رو به ما سپرده. حامد بیا بریم. حامد جان اومد میگم دایی جان انگار کسی نیست یه یادداشت بذاریم به یادداشت ببخشید کسی نیست. امرتون اوه ماشاءالله تکون نخوره. ببخشید شما آقا فرشادی؟ فرهادم. فرهادی؟ گفتم امرتون. خداتون اشتباه آمده خیلی معذرت میخوام. فرشاد بابا بزرگ منه. ماشاءالله همه تون رو یه وزنینا. ببخشید پدر بزرگتون کجا تشریف دارن؟ آقا جون خونه است. خونه؟ بعد میشه ما بریم ببینیمشون؟ شما چیکارش دارین؟ ما که کار نداریم این کار آقا بفرمایید. اسباب زحمت شدیم آقا ببخشید. بفرمایید. بابا این همه راه اومدی. یکی به قلم می‌گرفتی دیگه. سلام علیکم. نه ماشاءالله تکون خورده. پدر جان ببخشید ما اومدیم ازتون یه حلالیت بگیریم. ببین پسر جون بی خودی وقت رو تلف نکن. آقا جون من آلزایمر داره هیچی هم یادش نمیاد. آخه باز تأسف شد. خیلی متشکرم. بریم بیا میتونیم. ببخشید هیچی یادشون نمیاد؟ هیچی که آدم ها رو یادش نمیاد اصلا کلن. شاید بعضی اتفاقات اونم شاید یادش بیاد. همه شونه. خیلی خب بریم بیا دارم. بگم حتی اقل. ایشالله یادشون. نه. حامی. حامی.
آقا فرشاد سلام. ببخشید سال 52 رو یادتونه؟ بازی شیشتایی های استقلال پرسپولیس. حلالیت رو گرفتی بابا؟ بله سلامم رسون. خب خدا رو شکر بابا، حالا که کارا رو اینطوری به خوبی انجام بدی من یه چند تا حلالیت دیگه هم دارم. بازم حلالیت؟ آره اینا رو بگی بابا. اینا چیه؟ اینا بابا بزرگ. آره خاله شیرین، عمو عطاری، دایی مسعود، طاهره. اینا کارهایی که من تو این چند سال کردم و نتونستم ازشون حلالیت بگیرم. خودت هم تو شخصی بابا. خب من اینا رو برم بدم دستشون، خودشون بخونن دیگه. نه بابا این کاره که خودم هم بلدم. میخوام همهشون رو جمع کنی، یه فضای احساسی به وجود بیاری، حلالیت بگیری و بیاری. آخ این چه حرفیه، خانوادتونم پاره تنتونم، معلومه چشم بسته شما رو حلال میکنم. این هم زحمت شفتاد گردن تو، من رو میمشم. عزیزان من، حالا که دست تقدیر این گونه مرا به کنج تنهایی کشانده و تب سراسر بدنم را فرا گرفته و دیگر نفسی برایم باقی نگذاشته، تا خود از صبحدای دل و از فراخنای وجود و از اعماق جان برایتان از گذشته بگویم به حلالیت به طلبم. مسعود بابا یه عطاری خفه کن ببینم چی میگه. چشم آقا جون. بابا یه خدا آدم داشت بشین ببینیم چی میگه. بخون دایی بخون، ساکت باشین دیگه. باشه. برای هر کدام جداگانه مطالبی نوشتم که مرا حلال کنید، تا سینه‌ام سبک‌تر شود و راحت‌تر جان به جان آفرین تسلیم شد. نه نه نمیخواد اصلا مامان بخونه. نمیخواد. مامان چی میگه؟ ما از اکبر جز خوبی چی دیدیم؟ نشسته بیکار شده این چیزا رو نوشته. نه 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 برو بهش بگو ما همه حلالت کردیم، خیالت راحت. بابا اکبر بیرا حرف نمیزنه، یه چیزایی میدونه دیگه. بخون دایی. بله مامان. بعد بابا گفته حتما اینا رو بخونم. خب بذار بخونم. بخون. خب نفر اول عمو عطاری. اکبر سن و سال حالیش نیست؟ پدر من بر اساس حروف الفباست. بابا دوک شما رو پدر آخر با و آوردن دیگه. حامد جان بخون تا شعر نشده. عطاری عزیز جانب. من تو را از همه بیشتر اذیت کردم و بیشتر از همه باید از تو حلالیت بگیرم. بفرمایید اینم دلیلش. من بدبختشو تو زندگی کشیدم. عطاری عزیز من تو را بیشتر همه اذیت کردم، بره ببخش. خواهر من اینم حسودی داره. آره. به خودت رحم کن. خب تو رو بیشتر دوست داشته، کمتر اذیتت کرده. حامد بخون دیگه، وای نستا بخون. می‌بینی؟ بخون. عطاری تو توی همه این سالها حاضر شدی بهت بگن عطاری و به من بگن اکبر. آه. با اینکه اسم خودت هم اکبر بود، حالا وقتشه که همه تو را با اسم کوچکت صدا کنن. آه. حالا از همه میخواهم به تو بگن اکبر، به من بگن اکبری. ببینید این مرد بزرگه، دمت گرم اکبر. ری ری حالا. و اما بعد یادت یک بار پولادی بروم برایت سیگار بخرم، بعد برگشتم و گفتم که نداشت. راستش چون به هم بدهی داشتی و پس نمیدادی، رفتم با پول چیکاکاو که بیدقه بایسا ادامه نده. مگه تو سیگار میکشی؟ نه بابا سیگار چیه؟ این بیماری زده به مغزش، منو با مسعود اشتباه گرفته. من؟ کسی داره دست من سیگار داده، من سیگار میکشم؟ نه تو اونی هستی که قرض میگیره پس نمیده. یه دقیقه بایزی ول کنی منو ببین عزیزی. بله. تو که به من دروغ نمیگی. شیرین من تا حالا به تو دروغ گفتم؟ نه اصلا این مهمترین ویژگیت بوده تا امروز که باعث شده انقدر رابطه‌مون قرص و محکم بمونه. از اعتمادت ممنونم شیری. اکبر شیری با جمع کنیم فیلم هندی کردیره تا شاروخان نرمیده. بخون دایی جون بخون. آره بخون. حالا که به اینجا رسیدیم جا داره یه حلالیت همین وسط از شیرین خانوم بگیرم. دیگه نوبت من. وقتی اومد تحقیق واسه عطاری بهش نگفتم عطاری روزی دو پاکت سیگار میکشن. مامان چیز کن بذاری استراحتی بدیم، بقیه شستم بعدم بخواه. بریم بسود پاشو بسود. بایدتون خدافر. نه دیگه مامان. مسعود کجا رفتی بابا؟ منم ببر با خودت. مسعود
مسو نکشتش. ظرف دیگه میشکنه. خب حالا همه اون لحظه که خودمونو بخون، بقیه عطاری شیرینو بذار بعدا میخونی، ولش کن. پس برای دایی میخونم. تفرک اکبر سوژه خنده ما بود تو من. من بعد دارم ازش حلالیت بزنم. یعنی ارزه نداشت، میخواست کاری کنم نمیتونست. مسعود، آیا دختر نانوای محل آقا بختیار را یادت میآید؟ کتایون قد بلنده. خوب سالها برایت سوال بود که چرا کتایون جوابش به تو منفی بود و تو را قبول نکرد. خوب مرا حلال کن، زیرا بط را من دارم. آی اکبر، اکبر عجب بشریه این اکبر، چه مریضیه. ببین تار تو یادته کتایون تنها دختره بوده تو دوتا قاره من بهش دل بسته بودم. البته این خواسته بابا بزرگ بود، ولی وظیفه هم بود ازت حلالیت بگیرم. آجون راست میگه اکبر. چی میگی بابا؟ نه اکبر راست میگه. اینی که میگه راسته بابا، آنتن نمیاد. ببین من امروز باید تکلیف این قضیه روشن کنم. یعنی دعا کن که شوهرت سر به سر انگلوس بشه و الله تا بحث نکن. خودم کوید 20 میشم بدون که برم تو حلقش جفت هم برم تو شکمش. بده من آقا جون. حالا بخ... نه دیگه نه مسعود حلام کن. خب بخون دیگه. من برای امروز کافیه دیگه، حالا یه روزی که برای شما رو میخونم. مامان تو از چی نگرانی؟ رابطه من و بابات با همه فرق داره، یه رابطه اسطوره‌ایه. بخون مامان، من ناراحت نمیشم. بخون. میخوای من بخونم؟ نه. جان مامان، جان دایی، جان بابا. بده مامان، چی دارم بهش میگم این مقاومت میکنه؟ کاش همه مثل آقا فرشاد بودن و با یه مشت قضیهشون حل میشه. برای چی باید وایسام؟ برای چی باید وایسام؟ صبور برای چی باشم؟ اکبر خان جناب عالی میگین اومد خومده بودین عیادت بابای من رو درواسی کردین، خواستگاری کردین. آره ماما من اینا قبلا بابا بهم گفته بود، ولی مهم اینه که بابا بعدا عاشق شما شده. گفته بود؟ بهت گفته بود؟ چرا به من نگفتی؟ چرا به من نگفتی؟ اونی رو بگو دیگه ماما. حالا وقتی حرف هست صبر باشین دیگه، اینا به خاطر حلالیت گرفتنه. خب درسته بابا معمولی یه سری اشتباه داشته دیگه، مثلا چی؟ بابا این کتونی سبزه من که گم شده بود شما انداختین تو سطل آشغال. صبر باش ماما، صبر باش. باباته باباته باباته. ببخشید کچل شدی، به خاطر ژلموی تاریخ مصرف گذشته ای بود که من به تو دادم. اکبر آقا من 15 ساله دارم کچلی رو تحمل میکنم به خاطر تو. خوبه حالا تو هم کی گفته تو کچلی؟ اینها اکبر امپراتور تو فراری دادی؟ امپراتور کیه واسو؟ یه کفردش هم دمسیا، ببین عقاب محل بود عالی. یه روز رفت دیگه نیومد، انقدر دل سرد و افسرده شدم کلن کفتر بازیرو گذاشتم کنار به خاطر این. خب برای تو که بد نشد. خفه شدم بابا، منو در بیار دارم خفه میشه بابا. بد نشد. بیا حاضونه اکبر، نگر دستم بهت نرسه. یه روز باشه نمیدادم دستت، رفتی زد درشو ناکار کردی، به من هم چیزی نگفتی ها؟ اکبر! سرویس طلای عروسی من نقره بوده؟ کی گفت نقره هست؟ ها چی بوده؟ چیزی از این استیلای معمولی. من میخواستم با خودت مجسمه خرابکاری و زیرابزنی خیانتی. چطور دارید اومد با احساسات ما اینجوری بازی کنی؟ شما یه طوری حرف میزنیم میسین که خیلی با من فرق داری. بله که فرق داریم، هر کاری کرده باشیم با احساسات مردم بازی نمی کنیم. فکر میکنیم شما کافیه فکر کنید که دارین میمیرین همه چیز یادتون بیاد، اون وقت بشینین یه لیست بنویسین ببینین کارایی رو که کردین حالا باید حلالیت بگیرین چند تاست، اون وقت ببینین مال من زیادتر یا مال. ولی صادقانه ها که شما ندارین. خیلی جالبه، یعنی لیستو کسی می‌نویسه که ذاتاً قالطاقه مثل بعضیا. یعنی داداش وقتی میگه لیستا همچین تن و بدن من می‌لرزه، فکر می‌کنم یه عمری من با این مرد چجوری زیر یه سقف زندگی کردم. اینا رو ولش کنی اکبر آقا، هر کی تو زندگیش میدونه چیکارا کرده چیکارا نکرده، ولی من باید الان اعتراف کنم که تو این سالا اصلاً نشناختمت. بریم شیرین جان.
ببخشیدا، شما هنوز مسئله دو پاکت سیگارتون حل نشده که اینجوری صمیمی به من میگید بریم شیرین جان. چشم، با شرمندگی میگم بریم شیرین جان، شرمنده بریم دیگه. حالا شو نمونیم بهتره با من. پس بریم، اصلا دلم نمیخواد بشه. یعنی آدم ریخ تو میبینه آدرنالین خونه زیاد میشه. باشه بریم. بریم باشه. چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ هیچی ماما، تو اینجا چیکار میکنی؟ چرا نخوابیدی؟ ماما من ویلون و سیلو شدم دیگه، اتاقم که شده بخش مراقبت ویژه بیماران کرونایی، توش ویروس موج میزنه. آقا آره میدونم. خب من یه قرار نشد تو رو آره بخوای ماما؟ الان هرچی پیدا کنم دیگه، یه بار رو مرغ و یه بار تو آشپزخونه. خب الان برو بگی بخواب، برو بگی بخواب دیگه، بگو چشم وقتی دارم بهت میگم برو بخواب، برو بگی بخواب دیگه. مامان داشتی این چیز میکردی، این لیست حلالیت مینوشتی؟ نه من آدم به این سالمی برای چون لیست حلالیت بنویسم؟ مامان مگه آدم حتما من چیزیش باشه که لیست حلالیت بنویسی؟ کار خوبیه. حامد خان وقتی بهت میگم برو بگی تو اتاقت بخواب، بگو چشم دیگه. مامان من همین الان گفتم بابا تو اتاق من پر ویروسه، نمیتونم برم. تا یه کاری نکردم که بخوام ازت حلالیت بطلبم، برو یه جا گیر بیار بگی بخواب دیگه. ده او چقدر عصبانی. لیست حلالیت اوش. چه فضولن این نسل جدید. کجا بودم؟ آها 22. آروم آروم. اوه ماما من کاری نمی کنم. درجه اومدم. آروم ببن. خب سب سب کن. اینجا خوبه؟ آره آره. گردن تو تکون نده. بابا اومدم. سلام سلام سلام. سلام علیکم. سلام. سلام. تحویل بگیر. با بزرگ و دایی شدن شبیه آقای نجار و فروجک. یعنی ببین 10 تا سلام رد و بدل شد، یکیش مربوط به تو نبودا، اما اگه احترام بزرگتر رو نمیتونی نگه داری بگو ما زیاد بهت گیر ندیم. سلام. ببخشید جمعیت. سلام. 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 طاهر جان ما تصمیم گرفتیم که همگی اکبر آقا رو حلال کنیم به راحت. اصلا خوبیت نداره تو فامیل. درست خیلی خوب کاری داریم میکنین، چون خودم هم تصمیم گرفتم حلالش کنم، گفتم همه یه خانواده ایم دیگه. بله بابا اکبر آقا مثل داداش بزرگ من میمونه. حامد جان تو هم ما رو حلال کن دیگه. من واسه چی دیگه حلال کن دیگه خاله، نپرس واسه چی. حلال کن بره. حلال کن بره کلن از ته دل. ببین ما از ته دل. آره آره باشه، فقط میخوام بدونم برای چی. چی شده من عزیز من؟ کلن حلال کن دیگه. سخته. آها شما هم رفتین همه تون لیست حلالیت نوشتین، من سر لیست همه تون بودم، فهمیدم. بابا وقتی میگم برو سر درس مشقت، بگو چشم برو تو اتاقت. بابا بزرگ شما کی گفتی من برم سر درس و مشقم؟ بفهم بی ادبی شروع شد. برو 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 حالا برو. چشم میرم. همین کارا رو میکنه سر لیست هممونه دیگه. بابا مژدگونی بدین، حسابتون پاک پاک شد. من 2 روز اینجا خوابیدم، تو رفتی ته حسابم رو در رو بردی، وقت مژدگونی هم ازم میخوای؟ نه بابا همین حساب حلالیتتون نسبت به آدم ها دیگه، همه حلالتون کردن از ته دل. خدا رو شکر. اون وقت بابا این دم مردن من باید بفهمم که تو پسر بی ارزه تو سری خور ضعیفی نیستی؟ بابا یعنی واقعا تصور شما نسبت به من همین ضعیف بودن و تو سری خور بودن بود؟ حالا مهم نیست، مهم اینه که آخرین کارم برای پدرت انجام بدی. بابا من دیگه هیچ کاری برای شما نمی کنم. والا شما 2 روز دیگه خوب میشه، خودتون همه کارتون رو انجام بدین دیگه، این همه آدم کرونا گرفتن خوب شدن، شما هم خوب میشین. خب اگه جز اون دسته ای باشم که میمیرن چی؟ اون وقت دلت نمی سوزه که آخرین خواسته پدرت رو انجام ندادی؟ بابا خدا نکنه. حالا اول بگین ولی قول نمیدم. بابا من فقط میخوام سر و سامان گرفتن تو ببینم، اصلا برام مهم نیست کی، فقط میخوام خیالم از ازدواجت راحت بشه. بابا خیالتون راحت، من اینو بهتون قول میدم. یعنی
به خاطر شما هر کاری بتونم میکنم. پدرم